دو معلم مسلمان در شهر مونترال کانادا که از برداشتن حجاب خود در مدرسه خودداری کرده بودند از کار اخراج شدند. به گزارش شیوز، به نقل از دیلی صباح، قانون ممنوعیت استفاده از نمادهای دینی در محیط کار ماه ژوئن گذشته در ایالت کبک کانادا به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کارکنان بخش‌های خدمات عمومی از جمله معلمان، پرستاران، رانندگان اتوبوس و وکلا حق ندارند حین انجام کار از نمادهای دینی استفاده کنند. کاترین بوو سنت پیر، رئیس اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه مونترال، اعلام کرد از طرف هیئت مدیره مدرسه به دو معلم که نام آنها ذکر نشده گفته شده است حجاب خود را بردارند و در غیر این صورت اخراج خواهند شد. وزیر آموزش و پرورش ایالت کبک نیز گفت همه مدارس موظفند این قانون را اجرا کنند و کسانی که این کار را نکنند باید جریمه بپردازند. پیشتر نلسون وایزمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، گفته بود که این قانون بیش از همه بر مسلمانان تأثیر می‌گذارد، زیرا آنها سریع‌ترین رشد را در بین گروه‌های دینی کانادا دارند. شورای ملی مسلمانان کانادا که از ابتدا به این قانون معترض بود، درخواست لغو این قانون را به دادگاه عالی کبک داده و این درخواست در حال بررسی است.